آنچه که راجع به درمان نعوظ خدمت شما عزیزان دلم عرض کردم، درمان‌های دارویی و به ندرت درمان‌های گیاهی بودند. اما در کل درمان‌های قطعی و بدون دارویی وجود داره برای اختلال نعوظ که میتونه پاسخگوی سوالاتی که شما عزیزان دلم میپرسید هم باشه. در این ویدیو ما روش‌های بسیار متفاوتی رو عرض می‌کنیم. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. بهتون قول میدم که در این ویدیو سورپرایز بشید و دیگه قطعی بتونید مشکل نعوظ خودتون رو حل بکنید و دیگه انشالله این مشکل برای شما وجود نداشته باشه. ضمن اینکه در ویدیوهای گذشته به طور محدود در رابطه با داروها صحبت کردیم، امروز به صورت گسترده براتون باز می‌کنم تا بدونید که حتی در حادترین شرایط ممکن هم میتوان درمان کرد این موضوع رو و در واقع چیزی نیست که درمان نشه و مشکلی نیست که آسان نشه. من هم پوریا هستم و خیلی خوشحالم که در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما عزیزان دلم قرار دارم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان دلم و این نکته رو باید یادآوری بکنم برای دوستانی که تازه با چنل ما آشنا شدن که ما هر هفته در این چنل ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها خواهیم داشت. بنابراین اگر این موضوعات میتونه بهتون کمک کننده باشه یا به اونها علاقه دارید، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال بکنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید از اونها مطلع بشید. همچنین اگر ویدیو یا چنل رو پسندیدید، اون رو به دوستان و آشنایان خودتون هم معرفی بکنید تا به خانواده ما بپیوندند. ضمن اینکه اگر به واسطه دکمه تنکس کمکی به چنل بکنید، این کمک ها مستقیما به سازمان‌های خیریه‌ای که کمک‌های پزشکی به کودکان و یا بزرگسالان انجام میدند، به واسطه‌گری من و از طرف شما اهدا خواهد شد. همچنین اگر ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک بکنید و در قسمت کامنت ها من رو از نظرات ارزشمند خودتون بی نصیب نگذارید. میپردازیم به موضوعی که میدونم خیلی منتظر اون هستید. خب ببینید، اختلال نعوظ برای مردان مسن بیشتر رخ میده، اما در هر سنی ممکنه به اون دوچار بشید. کسایی که دوچار بیماری هایی مثل دیابت یا فشار خون بالا هستن، کسایی که آسیب به نخاع، آلت تناسلی یا لگن داشتن، مصرف برخی از داروها مثل داروهای ضد افسردگی یا داروهای فشار خون، افرادی که استراب یا استرس زیادی دارند، مردانی که اضافه وزن دارند و افراد سیگاری، اینها بیشتر در معرض اختلال نعوظ هستند. راه‌های طبیعی درمان اختلال نعوظ چیست اما؟ ببینید، رژیم غذایی سالم، ورزش کردن، خواب با کیفیت، رفع چاقی، روان درمانی، مشاوره زوجین، کاهش استرس و عدم مصرف الکل از جمله مواردی هستش که میتونه به شما کمک بکنه برای درمان اختلال نعوظ و همچنین ترک سیگار. دونه دونه اینا رو براتون شرح میدم. ببینید، رژیم غذایی سالم رژیم غذایی که شما در اون بتونید انواع میوه ها، سبزیجات، حبوبات، آجیل، ماهی و مواردی که به مانند این غذاها سالم هستند رو جا بدید. غذاهای دریایی باید جای ویژه‌ای در رژیم غذایی شما داشته باشند و در کل باید کالری مصرفی خودتون رو کنترل بکنید تا دچار اضافه وزن نشید. اضافه وزن خودش باعث تولید استروژن در بدن مردان میشه که انواع ناتوانی های جنسی از جمله اختلال نعوظ رو به وجود میاره. در مورد ورزش کردن، ببینید، اگر میخواید با ورزش کردن کمکی به نعوظ خودتون بکنید، پیاده روی سریع، دوچرخه سواری، شنا
کردن و اسکی و فعالیت بدنی به بهبود سلامت رگ‌های خونی، کاهش استرس و افزایش سطح تستوسترون کمک میکنن. ضمن اینکه جالبه که بدونید ورزش‌های با وزنه هرچه سنگین تر باشن بیشتر میتونن تولید تستوسترون رو در بدن فعال بکنن و بیشتر میتونن به شما در درمان نوز و انواع مشکلات جنسی کمک بکنن. اما خواب با کیفیت. ببینید، برای سلامتی کلی بدن شما مهمه که هر شب به اندازه کافی بخوابید. خواب منظم بر درمان قطعی سستی نعوز تأثیر مثبت بسیار زیادی داره. یک مطالعه در سال 2017 نشون داده که مردایی که در شیفت شب کار میکردند و کیفیت خواب بدتری رو داشتن بیشتر دچار اختلال نعوز میشدن و همچنین افرادی که مبتلای به اختلال خواب هستند بیشتر در معرض ابتلا به نعوز هستند. بنابراین خوابتون باید کافی باشه. در مورد چاقی عرض کردم خدمتتون که اضافه وزن و چربی اضافه استروژن سازه و استروژن هم به طور کلی تأثیر منفی داره بر سیستم جنسی مردانه. در مورد روان درمانی، در برخی موارد اختلال نعوز شما ممکنه ناشی از ترکیبی از مسائل فیزیکی و روانی باشه. این مسائل ممکنه شامل ترس از شکست، باورهای مذهبی و آسیب‌های جنسی و غیره باشه. خود اختلال در نعوز میتونه منجر به مشکلات سلامت در روان مردان بشه، از جمله پریشانی عاطفی و کاهش عزت نفس. همین مشکلات خودشون میتونن دوباره شرایط نعوز مردان رو بدتر بکنن. به هر حال طی تحقیقات کوچکی که انجام شده ثابت شده که روان درمانی میتونه بر بهبود اختلال نعوز مؤثر باشه. تحقیقات بیشتری باید برای تعیین مؤثرترین روش درمانی برای در واقع اختلال نعوز انجام بشه تا به درمان قطعی سستی نعوز بیانجامه. اما روان درمانی بسیار میتونه مفید باشه. به این منظور میتونید به یک مشاوره مراجعه بکنید. این مشاوره چه مشاوره ای هست؟ مشاوره زوجین. نزدیک به 10-25% مردان مبتلا به اختلال در نعوز هیچ مشکل جدی در این باره ندارن. در واقع این مشکل مربوط میشه به افسردگی یا استرابی که در اونها وجود داره. مطالعات زیادی انجام شده که این موضوع رو اثبات کرده. شرکت در جلسات مشاوره خانوادگی با همسرتون برای کمک به از بین بردن استراب و بحث در مورد راه‌های درمان شما میتونه مفید باشه. مطالعات نشون داده که جلسات مشاوره خانوادگی با حضور همسر و صحبت کردن درباره دلایل استراب میتونه بر بهبود اختلال نعوز بسیار مؤثر باشه. اما مورد بعدی کاهش استرس هستش. استرس و استراب از دلایل اصلی اختلال در نعوز هستند که خدمتتون عرض کردم اینها رو میتونید با کارهایی که حالتون رو خوب میکنه از بین ببرید و یا اگر حاد هستش به مشاوره و یا در مراحل بالاتر به روانپزشک مراجعه بکنید. همچنین الکل رو باید کاملا کنار بگذارید اگر میخواید کاملا اختلال نعوزتون برطرف بشه. تحقیقات ثابت کرده که نوشیدن بیش از حد الکل میتونه بر روی نعوز مردان تأثیر بسیار زیادی بذاره. محققان دریافتن که اختلال عملکرد جنسی به ویژه اختلال در نعوز در افراد مبتلا به سندروم وابستگی به الکل بسیار رایجه. بنابراین اگر نعوز خودتون رو دوست دارید الکل رو ترک کنید. همچنین ترک سیگار. سیگار کشیدن یکی از دلایلیه که احتمال خیلی زیادی داره که به اختلال نعوز کمک بسیار زیادی بکنه. چرا؟ چون سیگار میتونه به رگ‌های خونی آسیب برسونه و از رسیدن خون کافی به آلت تناسلی برای نعوز طبیعی جلوگیری بکنه. پس سیگار رو هم کنار بگذارید. اما مراقب مکمل‌های درمانی اختلالات نعوز باشید. مکمل‌های زیادی وجود داره که به عنوان درمان اختلال نعوز به صورت آنلاین تبلیغ میشه، اما اثر بخشی و بی‌خطر بودن هیچ کدومشون ثابت نشده است. برخیشون ممکنه حاوی ترکیبات خطرناکی از موادی با دوزهای بسیار بالا و حتی مواد مخدر باشه. بنابراین به اون دسته از داروها
هرگز اتکا نکنید. من مکمل‌های معتبر رو برای شما در یک ویدیوی مجزا معرفی کردم که مکمل‌های غیر از در واقع ویاگرا و داروهای شیمیایی بود. اون ویدیو رو اگر ندیدید در قسمت کارت‌ها می‌ذارم، حتما اون رو مشاهده بکنید و با مکمل‌های معتبر آشنا بشید. دسته دیگر درمان اختلال نوز دیگه واقعا همتون میشناسید و بسیار تکراری است. داروهایی مثل ویاگرا، سیالیست، ستندرا، لویترا و مواردی از این قبیل که قبلا بسیار در رابطه با اونها توضیح دادم. اما این رو نگفتم که مصرف داروهای تزریقی و شیاف هم میتونه کمک بکنه. اگر بهترین راه‌های طبیعی درمان اختلال نعوذ رو به کار بردید و داروهای خوراکی رو مصرف کردید اما هیچ تأثیری نداشت، پزشک برای شما داروهای تزریقی و شیاف تجویز میکنه. بسیاری از مردان با تزریق دارویی به نام آلپروستادیل نعوذ قوی تری دارن که باعث پر شدن اون از خون میشه. داروهای خوراکی میتونه واکنش شما به تحریک جنسی رو بهبود ببخشه، اما همانند داروهای تزریقی باعث ایجاد نعوذ خودکار نمیشه و به اون اندازه مؤثر نیست. برخی از مردان هم به جای تزریق دارو شیاف آلپروستادیل رو وارد مجاری ادرار خودشون میکنن. شیاف یک داروی جامده که شما اون رو وارد بدن خودتون میکنید و دارو در اون حل میشه. یک پزشک میاد یک اپلیکاتور از پیش پر شده رو برای شما تجویز میکنه تا اون رو به میزان حدود 1 اینچ در مجرای ادراری خودتون وارد بکنید. نعوذ ظرف 8 تا 10 دقیقه بعد از انجام این کار شروع میشه و ممکنه تا 60 دقیقه هم به طول بیانجامه به صورت یک سره. اما از دست دادن نعوذ هر از گاهی غیر معمول نیست. این مشکل اغلب میتونه ناشی از استرس باشه. با این حال اگر این مشکل بر روی زندگی زناشویی و شخصی شما تأثیر بد گذاشت، وقت اون رسیده که به سراغ یک پزشک اورولوژیست برید و از اون کمک بگیرید. راهکارهای بسیار زیاد دیگری هم مثل تزریق ژل وجود داره، اما اینها رو دیگه واقعا باید پزشک برای شما تشخیص بده که نیاز هست یا نیاز نیست. اما در همین حد کافی است که بدانید هیچ مشکلی بدون درمان نیست و اگر هر درمانی رو امتحان کردید، بدونید درمان بالاتری از اون هم وجود داره و ناامید نشید. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت و به دور از انواع بیماری ها باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.